نتایج انتخابات پیروزی یا شکست. شکست نمایش انتخابات چنان ضربه‌ای به خامنه‌ای و رژیمش وارد کرده که به ناچار زبان به اعتراف گشوده و در رسانه‌های رژیم منعکس شده است. روزنامه حکومتی انتخاب انتخابات مجلس را کمرمق‌ترین انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی دانست. خبرگزاری فارس عملکرد دستگاه رسانه‌ای و سیاسی کشور در قانع کردن مرددین که حدود 30% بودند را ضعیف توصیف کرد. به نوشته بهانیور در شهر تهران، نیمی از کاندیداها با حدود 3-6% آرای واجدان شرایط در مرحله اول وارد مجلس می شوند. به گفته یک خبرنگار حکومتی، آمار نمایندگان این دوره مجلس نشان می دهد که بسیاری از آنها 4-5% آرای واجدین شرایط رای‌دهی را کسب کردند. نکته قابل توجه دیگر در این مسحکه انتخاباتی، بالا بودن فوق‌العاده رقم آرای باطل است. آنچنان که آرای باطل در بسیاری از شهرها در رتبه اول یا دوم بود. به نوشته روزنامه شرق، در برخی حوزه‌ها مانند مرودشت، آرای باطل از آرای نفر اول هم بیشتر بوده است. به گفته محمد مهاجری، روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان، نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها، حتی کلان شهرها و از جمله تهران، عجیب و جالب است. یعنی نفر اول یا دوم آرای باطل است. بهارنیوز درباره حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد با قریب 1.5 میلیون جمعیت، با اشاره به اینکه نماینده اصولگرای این شهر با 56529 رای وارد مجلس شد نوشت، این در حالی است که در این حوزه 54195 رای باطل بوده است که عددی بی سابقه می باشد. به همین خاطر است که فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس قبلی می گوید در تاریخ انتخاباتی ایران بی سابقه است که در این حد تمام امکانات کشور برای کشاندن مردم پای صندوق بسیج شوند. کشور برای انتخاباتی بسیج می شود که روز به روز مشارکت در آن کاهش پیدا می کند و به رغم این کاهش باز هم از آن به عنوان یک حماسه یاد می شود. او نتیجه می گیرد که نتایج نشان می دهد انتخابات مجلس شکست است و نه پیروزی.